آقای هدایت شده هیئتی. از یه ائمه خدا دعاهای اونها همین مسائلی را که کتاب خدا دارد دعاهای اونها هم دارد با یه زبان دیگه. یعنی چی به زبان دیگه؟ ائمه خدا، عالمان راستین اسلام، برخلاف آنچه که شما ادعا میکنید 12 نفر نیستند و اون 12 نفری که شما به زور تراشید و امامشان کردید هم با زبانی غیر زبان قرآن حرف نمیزنند، بلکه اونها خودشون تابع قرآن بودند. لیکن مصیبتشون اینه که شماها مشتی دروغگو و کذاب در طول تاریخ خود جنایتاتون و دروغهاتون و اکاذیبتون و به اسم روایت به اونها تراشیدید. این یه مطلب. مطلب دوم این که اونها بد نبودن، اونها خوب بودن، لیکن دروغ های شما اونها رو بدنام کرده و لذا فقانشون از دست شما با آسمان رفته، از دست شما و شماها. امامی که بودی تابع دین شده اکنون خدا و اصل آیین. اگر دانا قلوب را فاش کردی 200 عالم نما فرخاش کردی. یعنی چی زبان به زبان دیگه؟ اونا تابع قرآن هم مثل بقیه مسلمان ها، زبان دیگه حرف میزنند. قرآن یک زبان دارد، یک نحو صحبت میکند و همه مطالب رو دارد، منتها بسیاریش در رمز است که ما نمیتونیم بفهمیم. این سخن کلمت حق نیراد به الباطل. همه قرآن ایشون قابل فهم نمیدونه، رمزش میدونه. اینجا بسیاری میگه، تو جای دیگه میگه که قرآن قابل فهم نیست. یعنی چی بسیاری؟ خداوند کتاب رمز فرستاده که مردم نفهمنش؟ یه رمزی گذاشته، بعضی از چیزها الف لام میم ها میم تاها که اینا توضیح دادم بارها. محکمات قرآن که رمز نیست که، تازه متشابهاتش هم قابل فهمه. اما شما اومدید همه قرآن یه نقطه یک حق ازش سوء استفاده کردید، کل قرآن رو ناکاوتش کردید. قرآن همش رمزه و رضا دادینش به امام رمزی ها که ببرد سردا. این مسخری که شیعه با اسلام کرده و عدیه ائمه علیهم السلام یه وضع دیگری دارد. یعنی هرچه شرک و کفر و زلالت به نام ائمه گذاشید وضعیت دیگریه، چون اونها اصل قرآن هم. قرآن بدون اونها قرآن نیست، همچنان که شاگردانت میگن. اسلام بدون علی اسلام نیست، قرآن بدون علی قرآن نیست، بدون ائمه قرآن نیست. از این کفرها بالاتر؟ به تعبیر شیخ عارف و استاد ما، ادعیه کتاب ساعد است، قرآن ساعد. اعوذ بالله از این حرفا. بهترین دعاها دعاهای قرآنی است. شما مفاتیح الجنان که مهمترین کتاب دعای شیعه و شیعیان مذهبی مقید در هر جا که هستن، مفاتیح الجنان همراهشونه، کتاب دعاشونه. مالا شرکه. تا حدی که نوه امام رضا علیه الرحمه و علیهم الرحمه آیت الله برغی کتابی نوشته تضاد مفاتیح الجنان با قرآن، اومده این کتاب بررسی کرده چاپ شده، تضاد مفاتیح الجنان با قرآن. البته بیرون چاپ شده، در داخل که کاش که همچین جوی پیش بیاد، همچین آزادی پیش بیاد. ببینید چطوری سمو در داخل اصل قرار میدن به نام ائمه، چطوری
یهودیت و مسیحیت و زردوشتیت و دلواست تشیع زنده کردن. و شناختن این مطالب بر عوام آسان نیست، اونم عوامی که کاملا مقلده، مگه خدا براش خیری بخواد. بعد اسم شیخش هم نگفت کیه، کدوم مشرک باشیه. تعبیر می فرمود به این که قرآن کتاب نازل است که از اونجا نزول کرده است و ادعیه ائمه کتاب صاعد است، همون قرآن است رو به بالا میرد. به کتاب صاعد است، یعنی قرآن از آسمان نازل شده، کلمه حقیه. ادعیه کتاب صاعد است، صاعد با سین میخونه، برات هم نیست صاد بخونه. خب و این مشکل، مشکل اکثر عجمه البته، و یعنی بالا میره، صعود کننده، و هر دعایی بالا میره. کتاب دعای ائمه فقط نیست که، فقط ائمه که دعاشون بالا میره، بقیه دعاشون بالا نمیره. هر انسانی که دعا میکنه دعاش بالا میره. لیکن شما کلمت حق و باطل مبدل کردید، شرک و بدعت و بزرگترین شرکها را در لباس دعا به خورد مردم دادید، تا حدی که مسلحان شیعه ناچار شدن بر رد شما کتاب بنویسن. حاضر به گفتگو هم نیستید، جز دشنه و خنجر و ترور و قتل و غارت چیزی هم سرتون نمیشه. جواب استعلیم، کسی بخواد بفهمد که مقامات ائمه چیه است، باید رجوع کند به آثار او. آقا مقامات ائمه چیه است؟ پس قرآن برای چیه؟ خود ائمه اگه یک آیه قرآن را قبول نمی کردن می شدن مثل ابو جهل و ابو لهب. هر امامی باشه، نه ائمه اثناشر فقط، هر امامی، هر مسلمانی، هر انسانی. خب این یک. ثانیاً انسان ها مکلف نیستند که مقامات ائمه را بدونند. روز قیامت کسی از ائمه سوال نمیشه. روز قیامت یه انسان، یه غیر مسلمان اومد مسلمان شد، فوت کرد، خب فقط گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، فوت کرد، نماز خوند و فوت کرد. به هر حال نه ائمه رو شناخت، نه اشره مباشر رو شناخت، نه ابوبکر رو، نه عمر رو، نه عثمان رو، نه علی رو، هیچ کسی از اینا رو نشناخت. دینش درسته؟ خدا مدد از کسی دیگه غیر از پیغمبر سوال نمی کنه. چرا شما پیغمبر ائمه رو چنان بزرگ کردید که جای پیغمبر گذاشتیش؟ آیا این مکر ابلیس نیست؟ این شیطنت نیست؟ این خباثت نیست؟ اونگهی کدوم انسان عاقله که ائمه رو از خلال روایت های قلوب آمیز شما بشناسه؟ درست مثل اینه که شما بخوای عیسی رو از روایت های دروغینی که عیسی پرستان درست کردن جعل کردن بشناسید. اینجاست که عظمت روش اهل سنت و جماعت، سواد اعظم مسلمانان که پیامبر توصیه کرده که به اونها بپیوندید، و علی به پیروی از پیامبر همین توصیه رو کرده، شناخته میشه که انسان چطور با چه روشی، با چه منهجی دین رو بپذیره. کتاب الله و سنت رسول الله. آثار اونها ادعیه اونهاست، مهمش ادعیه اونهاست و خطابه هایی که میخوندن. خب در همون ادعیه که هستش، در صحیفه سجادیه، در نهج البلاغه، کجا حرف از امامت هست؟ چرا از وضو حرف میزنن؟ از کوچکتری مسائل دین حرف میزنن؟ از توحید حرف میزنن؟ عقیده شون در همه این کتاب ها عقیده اهل سنته، توحید، نبوت، معاد. از امامت و بقیه خرتپرت هایی که آخوندهای شیعه درست کردن خبری نیست. چرا؟ مثل مناجات شعبانیه، مثل نهج البلاغه. نهج البلاغه، همین نهج البلاغه 400 سال بعد از علی نوشته شده. شریف رضی 400 سال بعدش نوشته، هنوزم سند نداره.
و 10% بیشتر هم مال علی نیست، باقی سخنانی داره که محققان نشون میدن خیلی واضحه که اصلا مال زمان عباسیانه. ادبیات هر زمانی مشخصه، یک ادیب از ادب میشناسه، از ادبیات این ادبیات مال دوران امویه، این مال عثمانیه، این مال عباسیه و هکذا. همچون که الان مثلا ادبیات دوران جمهوری شیطانی ایران با ادبیات زمان شاه فرق میکنه. اشکه دعای یوم العرفه و اینهایی که انسان یک کلمه علمی ازشون شنیده نمیشه، همش مثل نوحه خانه نوحه میخونه لیکن در لباس رهبر. یا آیه قرآن بخون، یا آیه قرآن تفسیر کن، یه حدیث درست بخون تفسیرش کن. نمیدوند که چی باید بگد درباره اونها. درباره ائمه نمیتونه چی باید بگه، درباره خدا میتونه بگه. درباره خدا که علی، که خدا بدون علی خدا نیست، همچنان که شاگردانت ادعا میکنه میتونی بگی. نعوذ بالله.